جدید به یه ویدیو یوتیوب دیگه. این بار با خودم تنها و کوشن باکسی که گذاشته بودم توی اینستاگرامو بهتون گفته بودم سوالات دو گزینه ای ازم بپرسید و شما یه لطفی به من کرد و سوالات دو گزینه ای رو ازم پرسیدید. حالا کیمیا اون پشت نشسته. حالا بچه ها چطورین؟ کیمیا رو از پشت صحنه داریم. میخوام دو گزینه ای بپرسم، این یا اون. من دو تا انتخاب دارم تو سوالاتی که کیمیا از من میپرسه، مجبورم یکیشو انتخاب کنم و در واقع دارم به سوالات شما جواب میدم. یادتون نره کانال منو سابسکرایب کنید، زنگولش رو بزنید، لایک هم حتما بکنید. برو بریم. میلی جون بازیگری یا خوانندگی؟ بازیگری. میدونی چرا؟ چون من خودم استعداد خیلی نهفته ای در بازیگری دارم. از بچگی من عاشق بازیگری بودم. ولی خب خوانندگی دوست دارم، نه اینکه دوست نداشتم، ولی چون خوانندگی راه رفتن توش آسون داره تا بازیگری اسم میکنم، فعلا دارم در خوانندگی فعالیت میکنم، ان شاءالله بازیگر شم. واقعا ولی تو بازیگری استعداد عجیب غریبی داری. قربونت برم. پاستیل یا لواشک؟ لواشک؟ معلومه که لواشک. من عاشق چیزای ترشم، یعنی من اگه چیز ترش نخورم یه روز، اولا که صبح تا شب لیمو دارم میخورم، اصلا لیمو نخورم نمیتونم زندگی کنم. تو آب لیمو میریزم، آب خوردنم که حتی بخوام خواهم توش لیموه، تو غذام همش لیموه، سالادم صبحونم فقط لیمو نیست. همین. اینستا یا یوتیوب؟ هر دو. نمیشه یکیشو بعد بگید. خب ببین، من اول توی اینستاگرام بودم، بعد اومدم توی یوتیوب. بعد متقابلا اینستاگرام خیلی به من کمک میکنه که یوتیوبمو پروموت کنم. پس اول من اینستاگرامو انتخاب میکنم، بعد یوتیوبو انتخاب میکنم، چون نقش مهمی داره در پروموت کردن یوتیوب من. فیس مهمتره یا هیکل مهمتر؟ یعنی یکیشو بخوای انتخاب بکن. معیار انتخابی فیس یا هیکل؟ ببین هر جفتش مهمه. مثلا خوش هیکل زشت یا مثلا خوش قیافه بد هیکل، هیچ کدومشون چیز نرمال در نظر بگیر. یکی که فیسش نرمال باشه اما خوشگل باشه، یا یکی که هیکلش خیلی خوب باشه فیسش نرمال باشه. اوکی، خوش هیکل باشه. خوش هیکل با فیس نرمال. اوکی، پس هیکل بخواه. موزیک جدیدت با آقای شانیلو یا موزیک قبلیت؟ خب ببین، این دو تا پروسه جدا است. و موزیک قبلیم چون کار اولم بود و یه دیس بود به یکی نمیگم اسمشو نمیارم، ولی اونم واسم جایگاه خوشو داره چون حرفایی که تو دلم جمع شده بود و اومدم در قالب موزیک و موزیک ویدیو گفتم. اما کار با شاهین بر من یه لول اپ، یه همچین حسی دارم نسبت بهش، دارم یه کار جدید رو تجربه میکنم. شاهینم خواننده خیلی خوبیه، من از بچگی دوستش داشتم، کاراشو گوش میدادم، اینکه حس میکنم یه لول اپ از کار قبلی من. 100 میلیارد پول بهت یه جا بدن یا بهترین آرزوت برسی؟ 100 میلیارد پول میخوام. من کلا این سوال یه مشکل داره. مثلا ممکنه بهترین آرزوت این باشه که 100 میلیون دلار مثلا باشه. نمیدونم چرا تو پرسید سوالای مشکل دار. چرا؟ سگ یا گربه؟ گربه. خب معلومه من عاشق گربه ها. من اصلا نمیتونم، من سگا رو دوست دارم، نه اینکه دوست نداشته باشم، ولی واقعا عاشق گربه هم. یعنی گربه میبینم دلم زخم میره، حس میکنم یه عروسکایی هستن خدا آفرید ازشون که حرکت میکنن، مخصوصا این پشمی که خیلی دوستشون دارم. مدل خیلی معروف باشی یا خواننده خیلی معروف؟ مدل خیلی معروف باشم. آره دوستم مدل خیلی معروف باشم، مثل کایلی جنر، جی جی حدید. 200,000 دلار یه چهره مهربان. این سوال چیزه بی بی سی گذاشته بود من پروموت کردم. آره 200,000 دلار یه چهره، یعنی چهره مهربونم بدم 200,000 دلار بگیرم در قبالش، یا مثلا چهره مهربونم بردارم برای خودم 200,000 دلار رو نخوام. آره منظور اینه، من چهره مهربونم میفروشم. آره منطقیش نه، من چهره مهربون هستم. اگر از همین تریبون صدای منو میشنوید، ای کشورهایی که این کارها رو کردید و این آپشن ها رو گذاشتید، من یک عدد چهره مهربون هستم. توبون یا بهزاد دیتون؟ این بعد توبون کدوم بود؟ همونی که خاطره ها نمیدونم میان و آره آهنگ تیر بهزاد لیتو. خب چون بهزاد لیتو خیلی آهنگاشو بیشتر گوش میدم، نه توبون ها این آهنگشو گوش میدم، ولی بهزاد لیتو رو از بچگی گوش میدادم خیلی. یعنی خاطره پس بهزاد. برگردی به 2 سال پیش اشتباهی گذشته رو نکنی یا بری به 2 سال بعد؟ برم به 2 سال بعد. نه برم به 2 دروغ گفتم. من نمیخوام 2 سال الکی بره، دوست دارم بعد. اصلا هیچ کدوم حقیقتا من همین الانو دوست دارم. یکی بایستا برگرم به 2 سال قبل. من حس میکنم برگشت به گذشته
گذشته بهتره. باز دوباره تایم آیندرم. شاید من تو دو سال دیگه خیلی یادم، ولی خب دوست دارم از این مسیر لذت ببرم. اگه برم به دو سال بعد ممکنه لذت بردن تو این مسیر رو از دست بدم. پس میرم به دو سال قبل که دو سال بیشتر وقت داشته باشم. گرایش به دختر یا گرایش به پسر؟ گرایش به پسر خب معلومه، من نمیدونم. نه دختر نه پسر نمیدونم. چرا راجب خودت؟ راجب خودم خب من پسر. من آره دیگه من پسر. گرایش به پسر. اکسنت یا دوست پسر الانت؟ خب معلومه دوست پسر الانم. ترجیح ما یک زمان انتخاب کنم، این سوال باید داره. سینگل باشی یا با اکست باشی؟ این بده. سینگل باشم، چون سینگلم خیلی قدرتمندترم، خیلی قوی ترم، تحت سلطه کسی نیستم، میدونی؟ من هستم اینجوری بوده دیگه، حس میکنم. آره سینگلم قوی ترم، واسه زندگیم خودم تصمیم میگم، هر کاری دلم بخواد میکنم. ولی وقتی با یه نفر تو رابطه باشی، اون یه نفر هی مجبوری به خاطرش یه سری کارا نکنی، یه سری چیزایی که دوست داری رو انجام ندی. ولی سینگلی به نظرم بهتره. نمیدونم تو رابطه نرید و برید، ولی رابطتون یه جوری مدیریت کنید که به خودتون ضرر نرسونید. متاسفانه خب من این کارو خیلی کردم، به خودم ضرر خیلی رسوندم، خیلی از خود گذشتگی زیادی داشتم، اگزاجره شده بود دیگه. و الان این مسئله رو کاملا میپذیرم، قبول دارم که خیلی اشتباه کردم، اما خب اون از اون اشتباه درس گرفتم. یعنی اگه برگردم به دو سال قبل بازم انجامش میدم، نمیگم انجام نمیدم، چون درس خوبی به هم دادم. آقای تسلو یا آقای آرمین زارعی یا آقای آرمین توییف؟ آرمین زارعی. دلیلی هم ندارم، توضیح هم نمیدم، برو بعدی. دوست پسر خارجی یا دوست پسر ایرونی؟ ببین من خب حقیقتش تجربه یه دوست پسر خارجی داشتم، یه دوست پسر خارجی داشتم که برزیلی بود، باهاش دوست بودم. به نظرم که خیلی پسر مؤدب و چشم مدل سیری بود، میدونی چی میگم؟ با وجود اینکه مدل بود، یه مدل برزیلی بود، ولی پولدار نبود، اصلا پسر پولداری نبود. اتفاقا شاید مشکل مالی هم داشت. خب من به خاطر فیسش و ظاهرش خب خوشم میومد که باهاش دوست شده بودم، ولی خیلی چشم مدل سیر بود. با وجود اینکه من دختری بودم خب که از نظر اون همه چی داشتم، مثلا شاید هر پسر دیگه توی وضعیت اون میومد توی زندگی من، قصدش یه چیز دیگه میتونست باشه. مثلا میگفت آره اوکی من با تو هم برم ازش بکرم، برم مثلا پول بچاپم ازش و اینا، ولی اصلا اینجوری نبود. حتی من خودم چند بار بهش پیشنهاد دادم که مشکل داشت واسه خونه‌اش، که مثلا خونه‌شو اجاره هم شده بود، بعد میرفت از این کشور به خاطر اینکه خونه‌اش اجاره خونه‌شو نداشت که بده. اون ایجنسی هم که توش کار میکرد بهش کمک نمیکرد. بهش پیشنهاد دادم که بهت پول بدم بری خونه اجاره کنی اینجا، اصلا نه بخاطر اینکه دوست پسرم، شاید یه نفر دیگه هم بود این کارو میکرد. بهش پیشنهاد دادم، انقدر غرور داشت، یعنی باورم نمیشه کنم، انقدر غرور داشت که انگار مثلا با چاقو زده بودم تو چشمش، انگار داشتم بهش فوش میدادم، بهش این حرفو زدم. این تجربه من از دوست پسر خارجی بود. حالا نمیدونم شاید همشون اینجوری نباشن، ولی پسر خارجی که من باهاش دوست بودم اینجوری بود. ولی دوست پسر ایرانی داشتم، ولی کاملاً منو به خاطر پولم میخواسته، یعنی کاملا از رفتارش، از صحبتش، حتی از بیرونایی که با هم میرفتیم کاملا معلوم بوده که منو به خاطر پول میخواد تو زندگی. من اینو فهمیدم و خدافظ. و اون آدم خاطره بد تو ذهن من بذار، اما اون دوست پسر خارجی هم خاطره خوبی تو ذهن من گذاشت. هم دوست پسر خارجی هم دوست پسر ایرانی، ولی بستگی داره آدمش خوب باشه، هر کی انسان تر باشه به نظرم. خانم ندایاسی یا خانم دنیا جهان؟ بابا من چه میدونم، من اصلا نمیتونم، من اصلا نمیتونم فرق بذارم. من همه رو دوست دارم. باید یکی رو بگی. ببین خب ندایاسی شخصیت فانی داره، خوشم میاد ازش، از اون فان بودنش ممکنه اصلا همیشه نگاش کنم. اون فانی خودشو داره، انقدر تا الان بعد از این همه سال تاپ مونده، واقعا خودش به نظرم یه هنره که تاپ نگه داشته. خودشو هنوزم نگاش میکنه، هنوز دنبال کننده خودشو داره. خانم دنیا جهانبخت همینطور. حالا دنیا جهانبخت فان بودنه رو نداره، ولی خب کاریزماتیکه، به نظرم شخصیت خوبی داره. پس من دوتا رو انتخاب میکنم. نه باید یکی رو بگی. دنیا جهانبخت رو انتخاب میکنم. بیلی آیلیش یا آریانا گراند؟ بیلی آیلیش معلومه، وای من عاشقشم. مثلا من اگه بیلی آیلیش یه روز تروک کنسرت بذاره، اولین نفر که وایس اون جلو من خواهم بود و جز اون دسته افرادی هستم که با دیدنش گریه میکنم. خب خدای آرزومه
کنسرت بذاره اینجا بیلی آیلیش. آقای میلاد کیمرام یا آقای نوید محمدزاده؟ به قول نگیم آقای میلاد کیمرام. بارها گفتم که من از بازی ایشون خوشم میاد. زندگی عادی یا شهرت؟ شهرت. وقتی وارد شهرت میشی دیگه نمیتونی معمولی زندگی کنی. استقلال یا پرسپولیس؟ پرسپولیس. خب معلومه. قبلشون نوله بکو. پرسپولیسی هم من. حالا تو استقلالی؟ اصلا من هم مفرمی. اینجا ویدیو شماست؟ حق با منه. کی تعیین میکنه؟ همیشه حق با منه. پول یا عشق؟ معلومه پول. آرمین زارعی یا اکست؟ آقا چرا گوزو به شقیقه رو میدید؟ ببخشید ها. نکنید این کار رو با من. الان باید بیدید. هیچ کدام. هیچ کدام نداره. این یا اون. بابا آخه تو ربطی به آرمیتاره خواننده مورد علاقه به اکس چه ربطی دارن؟ یه سوال یک سنگ دارم. سوالتون باک داره آقا. این سوال از همه چالشی داره. آرمینو توی افم یا اکسم؟ چون که من به گذشته هیچ وقت بر نمیگنم و فقط رو به جلو میرم اکسم. گذشته نمیرم ولی اکسم. چی بگم رو؟ به خدا میترسم. من میترسم این سوال جواب بدم. میترسم در اون بعدا داستان به وجود بیاد. تو رو خدا. ترکیه یا انگلیس؟ ترکیه کشورمه. خب معلومه ترکیه. آقا من دوست دارم انگلیس ولی مجبورم ترکیه رو انتخاب کنم. اوکی. موزیک ویدیو یا آهنگ؟ موزیک ویدیو. چون بازیگری توش میکنم دوست دارم. نازنین یا نگین؟ هر دو توشون جایگاهشون واسه من اوکی. نازنین خیلی قدیمی تره. بعد جواب بدید توضیح نده. من مثل خواهرم بوده از زمانی که اومده. خواهر کوچیک هم بوده همچه حواسو داشتم. نگین دوستمه ولی خب تازه باهاش دوست شدم، یعنی فکرم 9 ماه هم. ولی خب نگینم خیلی دوست خوب و باحالیه، خیلی رویه من میده. میشه من توضیح ندی بگیم اینا رو داره میگه کسی ناراحت نشه. من نمیگم یه حق انتخاب دارم دیگه، یه همین یه دونه رو نگم، خواهش میکنم نمیگم. شما میتونید تو کامنت ها حدس بزنید، شما خودتون حدس بزنید من چی تو دلم بوده نگفتم. فالوئرات یا همسر آینده؟ فالوئرام جون قربونتون برم من. خب بچه ها سوالایی که پرسیده بوده تا اونجایی که تونستم اکثرا تکراری بود، ولی تا اونجایی که تونستم به همشون جواب دادم و توضیحات کاملا راجبشون دادم. امیدوارم که کسی ناراحت نشه یا قضاوت نکنه منو، چون من واقعا همتون رو دوست دارم، عاشقتونم. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید. ویدیو بعدی دوربین مخفی داریم. بهتون نره کانال منو سابسکرایب کنید، زنگوله رو بزنید و برام لایک کنید و برام کامنت بذارید حتما اگه چیزی به ذهنتون اومد راجع به این ویدیو. عاشقتونم، میبوسمتون. تا برنامه دیگر، خدایا رو نگهدار.